سلام دوستان چطورین خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه آقا توی این ویدیو قراره بهتون یه ایده خفن یوتیوبی معرفی بکنم که حتی با عکسم میتونین ویدیو بسازین ببینید این ایده درآمد خیلی خفنی داره الان به عنوان مثال یکی از کانالایی که خیلی وقت داره تو این حوزه فعالیت میکنه 58000 دلار کمترین درآمد یک ماه گذشتهش بوده که البته اینجا 161000 دلار نوشته ولی درآمدش همون 58000 هزار دلار بوده من خودم نشستم حساب کردم همچنین توی این ایده ای که قراره بهتون معرفی کنم یه کانالم بهتون نشون میدم که تازه فعالیتش رو شروع کرده توی حوزه انگلیسی داره فعالیت میکنه پس هم کانالای قدیمی رو بهتون نشون میدم هم کانالای جدید همین که چطوری میتونین خیلی راحت ازش به درآمد برسید خیلی خب دوستان قبل از اینکه بریم سراغ معرفی ایده امروزمون لطف کنید اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک بکنین کانالم حتما سابسکرایب کنین تا به محض اینکه ویدیو جدیدی منتشر کردم سریعا ازش مطلع بشین و بتونین ویدیوشو ببینید اوکی بریم سراغ معرفی ایدهمون ببینید ایده ای که توی این ویدیو قراره بهتون معرفی کنیم ایده اخبار و هواشی سلبریتی هاست. حالا چه بازیگر چه خواننده چه این فلوئنسر شبکه های مجازی خلاصه ببینید توی این ایده بالا اومدن خیلی راحته البته وقتی میگم خیلی راحت منظورم این نیستش که شما یه دونه ویدیو میسازین مانیت میشین بعد ده میلیارد ده میلیارد واسه واریز میشه نه اینطوری نیستش نسبت به بقیه ایده های انگلیسی این ایده یکم سریعتر بالا میاد چرا؟ به دلیل منطقی چون هر کسی که شما اینجا میبینین سلنا گومز نمیدونم مارگو رابی برد پیت هر کسی که شما دارین میبینین یه سری طرفدار دارن وقتی شما میاین اخبار این افراد پوشش میدین طرفدارای این افراد به خاطر اینکه هر روز از اخبار سلبریتی مورد نظرشون مطلع بشن کانال شما رو سابسکرایب میکنن به عنوان مثال یکی از کانالهایی که داره تو این حوزه فعالیت میکنه کانال سلبریتی نیوزه که 3 میلیون و 770 هزار تا سابسکرایب داره پس دلیل این که خیلی زود میاد بالا این کانال ها اینه که مردمی که طرفدار این سلبریتی ها هستن میان کانال های شما رو فالو میکنن و ویدیو رو میبینن خیلی خب تا اینجا متوجه شدین دیگه موضوع چیه موضوع پوشش اخبار و حوادث راجه به سلبریتی هست. حالا چه خاننده، چه فوتبالیست چه اینفلوئنسر مجازی یا هر کسی حالا میام سه تا کانال رو بهتون نشون میدم ببینید اولین کانالی که خیلی خوب داره تو این حوزه فعالیت میکنه کانال اینیوزه که تقریبا یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تا سابسکرایب داره ولی 16 هزار تا ویدیو منتشر کرده البته این مقدار 16 هزار تا که داریم میگیم ویدیو شورت خیلی منتشر کرده تعداد ویدیو شورتاش خیلی بالاه شاید مثلا پونزده هزار تا از ویدیوهاش فقط ویدیو شورت باشه ولی کلا دارم میگم داره فعالیت میکنه دیگه البته چون این شخص داره توی آمریکا زندگی میکنه میتونه بره به صورت مستقیم مثلا توی جشنوارهها ها و اینا فیلم برداری بکنه و اینکه این کانال واسه یه تیم خبریه و یک فرد تنها 16 هزار تا ویدیو منتشر نکرده پس سرد نشین الان میریم کانالی رو بهتون نشون میدیم که فقط یه نفر داره توش فعالیت میکنه خلاصه دارین میبینین دیگه به صورت روزانه میاد چند تا ویدیو منتشر میکنه راجع به اخبار و هواشی افراد معروف مثلا ببینید 13 ساعت پیش 14 ساعت پیش 14 ساعت پیش 16 ساعت پیش 15 17 17 ببینید همین توی 24 ساعت گذشته نزدیک 10 15 تا ویدیو منتشر کرده خب پس وقتی اینجا 16 هزار تا ویدیو می‌بینید فکر نکنید مثلا کار خیلی سختیه همه ویدیوهاش تایمش 2 دقیقه 3 دقیقه ای ولی خب بازدیدای خوبی هم می‌گیره دیگه اومدم آمار کانالش رو بهتون نشون دادم همین اول ببینید توی یک ماه گذشته 95 میلیون بازدید داشته که 23 میلیون بازدیدش از طریق ویدیو لانگ به دست اومده و 72 میلیون بازدید از طریق ویدیو شورت به دست اومده که درآمدش چقدر ببینید درآمدش رو اینجا یه دونه 161 هزار دلار هم نوشته میتونه درآمدش به این مقدار برسه ولی من پیش بینی میکنم که درآمدش این مقدار نیست چون نهایت آر این کانالا یک دلاره و اونطور که من اومدم دستی حساب کردم درآمد ویدیو شورت و لانگو با هم حساب کردم همون دوروبر پنجا شست هزار دلار در میاد پس این رقم درسته خیلی خب راجع به این کانال صحبت کردیم آمارش هم بهتون نشون دادیم حالا بریم سراغ کانال دوم ببینید کانال سلبریتی نیوز این کانال فقط یه نفر داره توش فعالیت میکنه و بیشتر راجع به هنرمندای هندی داره فعالیت میکنه به خاطر همین تعداد سابسکرایبش بالاتره خودتون میدونین دیگه هندی ها چقدرن کم نیستن که به خاطر همین تعداد سابسکرایبش از کانال قبلی بیشتره ولی خب قطعا درآمدش پایین تره چون اولا تعداد ویدیوهاش کمتره دوما تعداد کمتری ویدیو منتشر میکنه یه روز در میون ویدیو منتشر میکنه و اینکه RPM هند به شدت پایینه یعنی RPM کشور هند توی ویدیو لانگ یکم از ویدیو شورت بالاتره اما به هر حال با این موضوع کار ندارم با این کار دارم که آقا تونسته 3 میلیون و 770 هزار تا سابسکرایب بگیره اونم فقط یه روز در میون ویدیو منتشر میکنه ویدیوهاش هم همش 4 دقیقه 5 دقیقه ایه. توی این کانالم میاد راجب به هنرمنده هندی ویدیو میسازه خیلی خب یه لحظه من بیام کانال قبلی و یه چیز یادم رفت بهتون نشون بدم محبوب ترین ویدیو ببینید محبوب ترین ویدیو مثلا توی این کانال 6 و 8 میلیون بازدید خورده این یکی 6 میلیون بازدید اگه یادتون باشه قبل از اینکه فیلم باربی پخش بشه بهتون گفته بودم بیاین تریلر فیک بسازین تریلر واقعی نه تریلر مردمی تریلر فیک بسازین بازدیدای خوبی میگیره مثلا این نمونش ما همون یک سال پیش تقریبا گفته بودیم ایدش رو معرفی کرده بودیم خب اینم همون کار رو انجام داده بود و پنج و میلیون بازدید گرفته بود البته منظورم این نیستش که این از ایده ای من کپی کردم منظورم اینه همین روش جواب داده خیلی خوب این یکی کانال هم ببینیم محبوب ترین ویدیو چقدر بازدید خورده ببینید محبوب ترین ویدیو 14 میلیون بازدید 13 میلیون بازدید تقریبا 9 میلیون بازدید 8 میلیون بازدید و غیره حالا بریم سراغ اون کانال جدیده که میخواستم بهتون نشون بدم ببینید یه کانال دیگه ای همین چند وقت پیش زدن سلبریتی اینفونیوز حالا توی این کانال کلا 19 تا ویدیو منتشر کردن ویدیو شورت هم نداره 28 تا سابسکرایب گرفته پس ببینید کانال کانال جدیدیه تام نیلا به شدت افتضاح چون تازه کار دیگه قطعا نمیتونه تام خوبی اول بزنه فونت تامنیلا همه چیز بد ببینید همش عکسای تکراری چیز خاصی نداره اما به هر حال ببینید تا الان 19 تا ویدیو منتشر کرده ولی فقط 28 تا سابسکرایب گرفته حالا احتمالا نحوه ارائهاش بده ببینید فقط یه چیز رو توی این کانال بهتون نشون بدم این کانال هیچ ویدیویی قرار نداده همش عکسه هر ویدیویی رو بیاین باز کنین میبینین که عکس گذاشته روش حرف زده خیلی خب حالا ببینیم با اینکه فقط 28 تا سابسکرایب داره مثلا محبوب ترین ویدیوهاش چقدر بازدید خورده ببینید سه هفته پیش 2700 بازدید 548 بازدید 251 بازدید 220 بازدید 185 بازدید پس ببینید با اینکه هنوز فقط 28 تا سابسکرایب داره داره بازدیدای خوبی میگیره پس ایده ایده خوبیه که داره میره جلو خیلی خوب دوستان همونطور که گفتم شما میتونید مثل این کانال واسه اینکه کپی نخورین فقط از عکس ها استفاده بکنید ولی یه نکته رو بهتون بگم توی این حوزه حتما باید خودتون صحبت بکنید اگه صدای خودتون نباشه مانیتایز نمیشین حالا شاید بگین تو انگلیسی نمیتونیم صحبت بکنیم کاری نداره شما یک دقیقه سناریو مینویسی اندازه یک دقیقه یک دقیقه توی تلگرام فکر کنم بشه چهار پنج خط چهار پنج خط توی تلگرام متن انگلیسی می بعد همونو چند بار سعی می بالاخره یه بار درست میتونی حرف بزنی دیگه توی اون متن یا اینکه حتی نتونستین اونو یک سره بخونید اون متن رو یه خط یه خط می بعد صداتون رو می به هم میذارین روی این عکس روی ویدیوتون و میتونین یه ویدیو دو دقیقه یک دقیقه بسازین به عنوان ویدیو لانگ بعد از یه مدت هم که خب پیشرفت می کنین خیلی راحت تر این ویدیو ها رو بسازین اوکی دوستان دیگه چیزی نمونده همه چیزش رو توضیح دادم فقط لطف کنید اگر از این سبک ویدیو ها خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک بکنین کانالم حتما سابسکرایب کنید